سلام رفقا، یادم زمانی که یه دونه ویدیو واسه لنوو آیدیوپد S540 ساختم خیلی کامنت گذاشتن که حالا با توجه به این کارت گرافیک لپتاپ آیا قابلیت گیمینگ داره یا نه. منم تو کامنت ها گذاشتم با توجه به اینکه کولینگ لپتاپ ضعیفه بهتره که برای گیمینگ ازش استفاده نشه. کارت گرافیکش GTX 1650 بودش، ولی خب منم کامنت میذاشتم که بچه‌ها لطفاً برای گیمینگ اگر خواستی بخرید، برای گیمینگ خیلی ساعت‌های زیادی نمیتونید ازش استفاده بکنید. خلاصه گذشت. همون زمان لنوو یه دونه لپتاپ جدید داده بود به اسم آیدیوپد گیمینگ. اون سری 2019-2020ش نه، ولی تو سال 2021 یه دونه لپتاپ آیدیوپد گیمینگ جدید زده که میتونم بگم گیمینگ های اقتصادی لنوو. لنوو توی این مارکت همیشه یه نگاهی به گیمینگ های اقتصادی خودش همیشه داره. به خاطر همین تصمیم گرفتم توی این ویدیو اون لپتاپ رو بهتون معرفی بکنم، آنباکسش بکنیم و از آنباکسش لذت ببریم. من مسعود هستم، من این چنل بی پروه. ازتون میخوام که من رو حمایت بکنید، چنل من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش هم فراموش نشه. در مورد ویدیوهای آنباکسینگ لپتاپ خیلی دوست دارم که برام کامنت بذارید، از تجربیات خودتون منتقل کنید توی کامنت ها که هم من استفاده کنم هم بقیه بچه ها. خلاصه وقت رو تلف نکنیم، بریم سراغ آنباکس لنوو آیدیوپد گیمینگ. گفتم بچه ها این از لپتاپ های اقتصادیه گیمینگ لنوو، ولی پرفورمنس هاشون فوق العاده است. حالا ویژگی های خیلی خاصش هم بهتون میگم که چجوری است. من خودم قبلا تجربه خیلی مستقیمی روش نداشتم، فقط الان میخوام آنباکس بکنم و اگر چیز تعجب انگیزی داشته باشه مثل خود شما تعجب بکنم. خب بیاد اینجا یه دونه لپتاپ گیمینگ داریم. حالا گارانتی این دور داستانش هم هست که خیلی اهمیتی نداره. آیدیوپد گیمینگ که رفته زیر این برچسب گارانتی. بیاییم اینجا. از این به بعد هر وقت این چاوبر دست من دیدید میتونید حدس بزنید که قراره یه لپتاپ رو یا یه دیوایسی رو آنباکس بکنید. اوپس باز شد. خب دیگه ببینیم توی جعبش چیه. توی جعبش یه دونه احتمالاً پاوره، یه پاور بزرگه به نسبت آیدیوپد های دیگه. یه دونه پاور بزرگ داره، 135 وات. خیلی عجیبه 135 وات. امیدوارم که دوربین اینجا رو نشون بده، کاملا مشخصه. و خب دیگه از سوکت پاور جدید لنوو استفاده کرده. و یه دونه کابل برق که توش گذاشتن که کاملا ایرانیه. اینم بذاریم کنار. و این زیر هم یه دونه دفترچه و کاتالوگ و اینطور چیزا که میره. اینجا خود لپتاپ. این منگوله ها رو بذارم کنار. اینا رو هم بذارم کنار. خیلی که درد بخورن بعدا با اینا میتونیم کلی کارهای اضافه تر بکنیم. اما
بریم سراغ خود لپتاپ. واو چه رنگ خوبی، مشکی زغالی طوری، و همونجور که میبینید قطرش هم زیاده. از طراحی گیمینگ لنوو استفاده کرده، همونطور که میبینید این گوشه ها رو اومده یکم تراشیده، حالت 6 ضلعی پیدا کرده. بعد بازش بکنیم. خب اینم که بره، همونطور که میبینید توی این لپتاپ از کورای 5 نسل 10 استفاده کرده و از کارت گرافیک انویدیا جی فورس جی تی ایکس همون 1650، دقیقا همون کارت گرافیکی که روی S540 داشتیم، ولی تفاوتهاش کاملا مشهوده، توی حتی توی ظاهرش هم کاملا مشهوده. این لپتاپ از نسل 10 سری H استفاده میکنه که سری سی پی یو هاش بچه ها سری H خیلی قدرتمندتر از سری U. بعد و همیشه شما توی S540 ضعف خیلی کوچیکی توی سی پی یو به خاطر سری U بودنش همیشه دارید. روی کیبورد بهتون نشون بدم بچه ها، روی کیبورد لپتاپ همونطوری که میبینید کاملا از رنگ آبی استفاده شده، دیگه رنگ های خونسا استفاده نشده، از رنگ آبی استفاده شده که اون حس گیمینگ رو منتقل بکنه. همونجور که میبینید اروکی ها کاملا بزرگتر شدن، کاملا تسلط دارید روی جهت ها و خیلی خوبه. نامبر پد و بچه ها لنوو حذف نکرده، من توی کمتر لپتاپی از لنوو دیدم که نامبر پد رو حذف بکنن، به خاطر همین این نامبر پد همچنان وجود داره. از نظر من کیبوردی که نامبر پد نداشته باشه اصلا کلا کیبورد نیست. خلاصه این لپتاپ روش 8 گیگ رم داره و یه دونه اگر اشتباه نکنم IPS پنل، حالا نمیدونم چند هرتزه ولی توی اسپکش باید برم ببینم که چند هرتزه، و دکمه پاوری که کاملا وسط تعبیه شده. میگم تمام چیزهایی که در ظاهر لپتاپ داریم میبینیم کاملا گیمینگه و خیلی خوبه، من با ظاهرش تا همین الان خیلی حال کردم. یه رنگ معمولا فلزی طوری لنوو روی لپتاپش پیاده میکنه که حس اینو میده که در واقع متریالی که توی دستتونه فلزه ولی پلاستیکه، کاملا پلاستیکه. میگم از سری های اقتصادی لنووه، به خاطر همین شاید توی متریال لنوو خیلی کار نکرده باشه، ولی تمام چجوری بگم تمام کارهایی که برای از نظر تکنیکال برای یه لپتاپ گیمینگ باید روی این لپتاپ پیاده بشه کاملا پیاده شده. اما بریم سراغ پورت هاش ببینیم که چه پورت هایی داره. همونجور که الان اینجا معلومه یه دونه پورت پاور مستطیلی داره، لن داره که شما توی S540 به خاطر مدل باریکی که داشتهش شما لن نداشتید، و شما اگر بخواید از سرعت بیشتری از شبکه استفاده بکنید حتما باید از پورت لن استفاده کنید، اونجا دیگه وای فای خیلی جواب کارتون رو نمیده. یه دونه پورت خروجی HDMI داره، یه دونه USB 3 داره، حالا نمیدونم 3 و 1، یه دونه USB تایپ C داره و جک 3.5 میلیمتری هدفون. این طرف هم همونجوری که میبینید فقط یه دونه USB داره، خب یه دونه USB 3 داره و میمونه سیستم کولینگ لپتاپ. بچه ها کولینگ توی لپتاپ های گیمینگ خیلی مسئله مهمیه، به خاطر همینه که من میگم اگر یک لپتاپی یک فیچرهای قوی داره دلیل نمیشه که شما بتونی باهاش گیم بازی کنی. وقتی ما میگیم گیم یعنی 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، اگر خب طرف حرفه‌ای تر باشه یا مثلا 8 ساعت در طول روز ممکنه که گیم بازی کنه. خب چه اتفاقی میفته؟ شما نیاز به
سیستم کولینگ قوی دارید، علی‌رغم اینکه دارید از یه دونه سیستم کولینگ دیگه استفاده میکنید. بنابراین باید سیستم کولینگ لپتاپی که دارید ازش استفاده میکنید کولینگ قوی باشه. توی لپتاپ های گیمینگ دیگه ضخامت اصلا اهمیتی نداره، یعنی شما نمیتونید دنبال یه لپتاپ گیمینگ با ضخامت کم باشید، خیلی غیر منطقی میشه. ولی خلاصه که این لپتاپ خیلی خوبیه، قیمتش حدود 20 میلیون تومنه. من خودم 20,750 خریدمش اگر اشتباه نکنم، با همین دلار حدود 22 تومن. بنابراین میتونید ازش استفاده بکنید. تقریبا میتونم بگم همه گیمایی که الان توی مارکت هستن رو جواب میده، تقریبا همه رو جواب میده. عرضم به حضورتون که فقط یه بار بذارمش کنار S540 که ضخامتش رو هم ببینید، تقریبا میتونم بگم از کنار دقیقا یه دونه LCD، یه دونه ضخامت LCD کوچیک‌تره. باید البته اینو اون طرفی بذارم، یه دونه ضخامت LCD فکر میکنم کوچیک‌تره که حدود 5 میلیمتر میشه که ضخامتش بیشتر از لنوو S540. ولی خب هر جفتشون تقریبا میشه گفتش که یه کانفیگ دارن و با این میشه گیم بازی کرد، با اینم میشه گیم بازی کرد، ولی این برای گیمینگه، این برای گیمینگ نیست. بنابراین اگر میخواید یه چیزی بگیرید برای گیمینگ، بهتره که برید سراغ سری آیدیا پد گیمینگ که اصلا برای گیمینگ طراحی شده و ضخامتش به خاطر اون سیستم کولینگشه، سیستم کولینگ بسیار بهینه‌تری داره. حتی روی این اسپک خیلی کوچولو موچولویی که روی گیمینگ می‌نویسه، اینجا هم نوشته، بخونم ببینم چی نوشته. نوشته روسی نوشته، ولی اینکه نمیدونستم صفحش IPS هستش یا نه، اینجا نوشته که فولشتی IPS، یعنی 1920x1080 ساپورت میکنه. و اگر IPS باشه، بچه اینو بدونید که پنل های IPS هرتز بالایی ندارن، یعنی اگر شما میخوایی هرتز بالایی داشته باشی، اگر IPS هرتز بالایی داشته باشه حداقل 5 تا 10 میلیون قیمت لپتاپتون توفیر میکنه که از هرتز بالا روی مانیتور ریفرش ریت بالا روی مانیتور استفاده بکنید. ولی خب خوبیش اینه که چون صفحه نمایشش IPS، توی طراحی بچه‌ها هیچ زاویه دیدی شما ندارید، از هر طرف نگاه بکنید رنگ ها تغییر نمی کنن. خب تموم شد، اینم آنباکس لنوو آیدیا پد 3، اگر اشتباه نکنم بهش میگن آیدیا پد 3، آیدیا پد گیمینگ 3. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. سعی میکنم اگر برام اتفاق بیفته لپتاپ‌های بیشتری آنباکس بکنم و لذتش رو ببریم. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید. فراموش نکنید که چنل رو سابسکرایب بکنید و من رو حمایت بکنید. بدرود.